شد. ولی بعدش فهمیدیم فقط برای من شده، فقط برای من. چرا؟ که گولم بزنن بهم بگن بابا این مثلا همون خارجه، قانون داره اگه اینجوری رعایت بکنیم بیماری. و ما بردیم. ما بردیم. ولی دیدم نه، هموطن ها که نمیبرن. پنلش رو نگاه کردم، پنلی که یه پنل دارن اینا، مثلا اون درآمد هفتگیشون که از باخت شما هست میاد، نگاه میکرد، نگاه کردم دیدم مثلا طرف 4 میلیون باخته، 5 میلیون، 6 میلیون، 10 میلیون باخته، ولی یه میلیون توش نیست، نهایتش 2 میلیون. تک و توک بودم. خب بابا این همه میبازن، چرا یکی دو تا فقط دارن میبرن؟ بعدش دوباره رفتم پیگیر شدم همونایی که دارن میبرن، فهمیدم طرف 40 میلیون گذاشته، 1 میلیون برداشته. میدونی چی میگم؟ یعنی همش کلاهبرداری. سایت لاوت خاک تو سر من که به خاطر چندر قاز. البته اگه روز اول در اومده بود بهم گفته بود این سایت اینجوریه، بیا تبلیغش رو بکن، هزاران میلیارد بهت میدم، امکان نداشت قبول کنم. ولی کسکش اومد یه راه دیگر رو پیش گرفت، بیا برو بازی کن، بیا برو خودت ببین چیه. و ما بازی کردیم و بردیم و به همون دادن. احراز هویت نخواستن، مشخصات حساب رو نخواستن. چرا؟ چون میدونستن قراره واسه شون تبلیغ بشه. اوکی ما تبلیغ کردیم، ولی از اون بر با چارت تو ارتباط بودم. من پسر دایی خودم هم گفتم بیاد تو سایت بازی کنه. ولی چی؟ 2000 که برد پنلش بسته شد. بسته شد. گفتم بابا برو دست خدای مهربون، فکر کردی چه خبره؟ اون موقع که به نفعت بود لال بودی. اگه من همین جوریشم لال میموندم تا دراز مدتم به نفعم میموند، ولی وقتی دیدم داره سر مردم کلاه میذاره دیگه لال نموندم. وگرنه لال میموندم آه این دهن بسته، من پولم رو در میآوردم تبلیغم رو میکردم، دلم که درد نمی کنه. ولی وقتی دیدم نداره، ببخشید فقط این وسط من دارم سود میکنم، بقیه کونشون داره پاره میشه، یه نفر برد نداره. پیامای رضایت که میذاشتی چی بود؟ اینا رو همش دیانا میذاشت، پیجای فیک ایران پول میداد، ویدیو واسش میفرستادن میذاشت به عنوان پیام رضایت که از سایت پول بردن. میگفتم خب دیانا چرا اینجوری میکنی؟ خب اینا که میبرن. میگفت نه، مردم ایرانو که میشناسی، میبرن هیچی نمیگن، میبازن حرف میزنن. به خاطر همین ما واسه تبلیغ سایت اینجوری میکنیم. گفتم خب حتما. و میگم این عکس ها و استوریه که برداشت بردشون و اینا و اینا، همش دیانا هر یه ویدئویی که میگرفتن 100,000 تومن میداد و میگرفت ازشون. بعدش حالا یه چیز دیگه میگم، تو این سایت مثلا لاوت که بازی میکنید میاید آقا 1000 تومن میذاری، بعد این یه جور طراحی شده، جذب میشی، حریص میشی، 1000 تومن بازی میکنی، 1000 تومن تو میبازی، 10,000 تومن میذاری، 10,000 تومن تو میکنی، 100,000 تومن، 100,000 تومن تو میبازی. خب اینجا چی؟ تو میگی 10,000 تومن گذاشتم کردمش 100,000 تومن، چرا باختم؟ هیف طمع کردم. پس حتما میری 1,000,000 میذاری برای با، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون باخت تو جبران کنی، اونم میبازی. حالا اون وسطا شاید یه چیزی ببری برداشت کنی، یه پول کمی،
ولی مطمئن باش بعدا فکر میکنی او واقعیه، میای زندگی تو میذاری وسط شرط، اون موقع دیگه برد نداره، ببری هم حسابت بسته است. البته یه دکمه هست، دکمه صفر، ضریب صفر، رقمای آنچنانی که بذاری اینجوری تک میزنن روش، ضریب میشه صفر، خیلی راحت، راحت ضریب میشه صفر، خیالت راحت. پس بچه ها گول یه سایت مثل سایت لابت رو نخورید، به خدا کلاهبرداریه. من توش بودم، اومدن منو اخفال کردن، به من گفتن بیا سایت رو تبلیغ کن اینجوریه، خودت بازی کن ببین چجوریه. ما بازی کردیم، بردیمم، ولی دیدیم فقط برای منه. یکی اون پشت سیستمه که میدونه کی برنده است کی بازنده است، برنده نداره. یعنی بلنده ساکت باش، حقتونه، تبلیغات نکنید. ما خودمون، ما همه آدمایی که اینجوری همه ختم خارکست بازی هاییم. بد نگو داری تبلیغات میکنید بازی داره تو در مورد سیکس تو بگو، اون تو رو میکنی یا تو رو اون رو میکنی، اینو بگو. سایت کلا برداری رو بلش کن، اون میکنه داره یا تو اون رو میکنی. نخور، اگه که بکنم بوده من همه رو میکردم. غلط کردی، زود باش زود باش. اومده تو میخوای سر این ملت تو کنید، مردم خودشو خارکسته این کاران. چی فکر کردی؟ خارکسته بودن دیانه دادمه چجوری هفته ایسا؟ اونا که میبینی مثل تو اسکول بودن دیگه، اونا هم که میبینی مثل تو اسکول بودن رفته اعتماد کردن خره سوارتون شدن. میخواستی این کارو نکنی، میخواستی این کارو نکنی، مگه فرش قرمز بند کردن؟ عزیز من، من وقتی اومدم تو سایت من بردم. تبردی؟ تا تو سایت بردم. آب لیمو هم نبردی، آب لیمو هم نمیتونی ببری، تا چی رو ببری؟ پس چیه میگی؟ چه جیغ جیغ فقط میکنی؟ آخه کیون گلابی؟ تو به یکی بگو که چه اینجوری میکنیم؟ مثل آدم چی مشکل داریم اگه؟ ما آدمیم، ولی باقی بشت برابر شما آدم تره. تو یه جوری میگی ما رفتیم تو سایت گول خوردیم پولمون اول بردیم. خب معلومه تو کازینو، وقتی من تو کازینو کانادا یه بار رفتم 20 دلار ریختم، دیدم 100 دلار بردم، گفتم چه خوبه. من چه میدونستم؟ من اصلا نمیدونم کازینو یعنی چی، چه میدونم دزدی کلاهبرداری یعنی چی. تازه اون کازینو، اون کازینو تازه چیه بگو، اینترنتی بود، مثلا بگو کازینو کامپیوتری بود. بعد حالا کارای شما مارو کازینو نیست که، شخصیه. شما اون میشید اول به یارو مثلا بگو آقا شماره حساب، تو مثلا شماره حساب یکی به شما بده، عجب خریه اون کسی که شماره حساب میده. شماره حساب که بدی پول تو حسابت باشه، 5000 تومان اول میریزن ببینن حسابت باز میشه، ببینن گوش کن، ببینن چقدر تو پول حسابته، ببینن بیشتر 5000 تومان پول باشه میکشن میبرن. کجا داری چی میخوای ببری؟ ساکت، میخوام حرف بزنم. احراز هویت، احراز هویت هست تو سایت ها میاد برای من. اصلا احمدی نژادی، احمدی نژاد چهار تا یوزر گرفتم زیر مجموعی. ببین برید بالا بیا پر، همه تون دزدین، همه تون مجرمید، اینو بهتون بگم، همه تون عدم مجرمید، چون که تو هم دزدی کردی فرم کن شریک جرمی. پولی از تو از ببخشید که تو جیب اون رفته، تو جیب من نیومده. خفشه و کی داد دیروز عشق حال میکرد، مف میخورد، مف میزد، مف میکشید بالا، عشق حال میکرد. آره خونش هم روز اول من دادم. حالا یا تو میکردی یا اون میکرد، من نمیدونم کدومتون با کام بوده، وقتی وسطتون نبودم برم کی میکنه کی میده. خب ولی میخوام اینو بگم، سر این ملت رو نمیدین کلا بده، این مردم حرفه‌ای هن، حرفه‌ای. یعنی تو گیری یه مردمی افتادی که دیر اومدی. ببین پسر جون دیر اومدی، بعد 4 سال پیش میومدی، 4 سال پیش دیگه دیر شده. کوکولی مگولی دودولی کره تو کوکولی اینگاه خواست خودی. آخه ببین تو که نمیتونی سر این مردم رو کلا بذاری، نمیتونی به این مردم درو بگی، مردم زرنگن. برو بابا، این دیوونه شبیه احمدی نژاد کیری. این پسرم بوده، از این پسر کیریا بوده.
از این پسر کیریا، از این پسرهایی که سگ نمی کردتش پسکش. خلاصه دارم میگم از این سایت شرط بندی آقا نرید، نرید سایت لابت. تا دیروز میگفتم آره برای من خوب بود، برای من نه اعراض هویت میزد، نه جایزم تاخیر داشت، همش هم میبردم، نه ضریب و برام صفر میکردن. ولی شما اگه برید تو لابت چی میشه؟ اولش میبری، شاید یه برداشتی هم بزنی، ولی مبلغ سنگینه که بذاری چی؟ دیانه داده نشسته یه دکمه میزنه صفر. و اونجاست که میبینی، میبینی چی؟ میبینی آره وقتی تو سنگین گذاشتی ضریب شانسی برات شده صفر. بدشانس بودی؟ نه تو بدشانس نبودی، تو بدشانس نبودی. کی زرنگ بوده؟ دیانای دادمه. و سایت چی؟ لاوبت. سایت لاوبت. خب بچه ها چی دیگه بهتون بگم؟ آقا من از سایت لاوبت بهتون گفتم اون کلاهبرداری ها. اگه کسی تا حالا ثبت نام کرده، با حسابی ثبت نام کرده، اشتباه کرده و نمیدونم احراز هویت کرده، حتما بره حسابشو خالی بکنه خیلی سریع، خیلی سریع. اگه تو حسابتون تو لاوت پولی دارید سریعا خالیش بکنید. امیدوارم بتونید خالیش بکنید دیگه. امیدوارم، امیدوارم. نه من پولمو داشتم میگرفتم، داشتم تو سایت بازی میکردم پولمو در میآوردم. چهار تا هم نوع خودمو دیدم که پول در نمیارن، پیجاشون پنلاشون بسته میشه، صفحاشون بسته میشه، احراز هویت میاد براشون. طرف میگه با من احراز هویت اومده واسم رو سی وی ویم خط میکشم میفرستم قبول نمیکنه ازم. چرا؟ به دیانا میگم دیانا چرا سی وی ویش چقدر مهمه مگه؟ میگه نه این کارهای سایته، تو دخالت نکن. بعد الان میفهمم برای چیه. خلاصه امیدوارم، امیدوارم با این لایف باعث شم اون تعدادی که به حرف من اعتماد کردن و رفتن تو این سایت که من مثل خودتون یه گول خورده بودم، یه گول خورده، گول خوردم مثل شما گول خورده بودم، رفتم تو این سایت ها بازی کردم و به خاطر اینکه از اون ور بهم آوانس بدم میگن آره واقعیه منو برنده کردن، که شما رو تشویق کنم برید تو این سایت. و متاسفم، واقعا متاسفم. من امیدوار بودم بتونم یه پولی رو از این دیانای دادمهر بگیرم. بهش یه تو استوریاش گذاشته بود که بهش گفته بودم 3 ماه درآمد تو باید بدی به من بگیرم. اون تعدادی که از طرف من زیر مجموعه گیری شده بودن، رفته بودن تو سایتش و پولشون رو خورده بودن، بهشون بتونم پس بدم. ولی ایشون قبول نکرد، گفت نه من هیچ پولی رو پس نمیدم. اوکی پس نده، ولی مطمئن باش به زودی پس میدی، به زودی به زمین گرم میخوری، به زودی دیگه نداری بخوری. تو 2 ماه دیگه خونت رو باید عوض کنی. اگه من، اگه تو توی اون سایت بازی نکنیم به امید میلیونر شدنمون، مجبوره بره گوشه خیابون. چرا طلاقش نمیده حامد؟ حامد اصلا کاریش نداره، اصلا حامد اصلا رفته اصلا بلوکش کرده، اصلا یادش نیست نداشته. حقم داره. پول گلو حروم از گلوشون چجوری پایین میره؟ نگاه کنیم، من به حروم و حلال از لحاظ شرعی که میگن خیلی
قبول ندارم. من خیلی آدم مذهبی هستم ولی حس میکنم بعضی قوانین خیلی مال قدیمه. حرام چیه؟ حرام اونیه که من شما رو گول بزنم، به ناحق پولی رو ازتون بگیرم، این حرومه. بابا من داشتم تو سایت بازی میکردم، پول 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 میومد رو پول، پولم هم میگرفتم، خب میگفتم بابا شما هم بیاید، ولی نمیدونستم این دیانای دادمر، این پیر زن هرزه، این پیر زن خبیث یه کاری کرده که من ببرم، من پولم رو ببرم که این بردن من بشه یک صدم باخت شماها، که شماها برید. خب بچه چیز دیگه میخواین بدونید تا بهتون بگم. زیر همین پیرزن بودی عزیزم، من اگه تو اون خونه بودم اجاره خونهشو دادم، خرجشو دادم، من میخواستم ماشین بخرم که ادعا کرد باید به نام من بخری ولی نخریدم. حامد شوهر دومش بوده بچه ها، شوهر اولش تو ایران بوده، یه آقای به نام نمیدونم علی یا سعید، حامد شوهر دوم این خانومه. خب آره که میدونی جیب مردم، پس پول مردم تو جیب من نیست، اونایی که تو سایت ها باختن تو جیب من نرفته، تو جیب مستقیم دیانای دادمهره. با میلاد حاتمی شریک دیانا تو سایت جواب بده. نه با دیانا چیز حامد میلاد حاتمی اصلا دیانا رو آدم حساب میکنه مگه؟ خفه شو تو خودتو کشتی، مردم برن بازی کنن. بابا به پیر به پیغمبر منم بازی میکردم، منم داشتم میبردم، ولی دیدم بابا فقط من دارم میبرم، بقیه فقط باخته، بقیه اونایی هم که میبرن پولی بهشون نمیدن. یه نفر رو گفتم اوکی حسابش مشکل داره، دو نفر رو گفتم اعراض هویتش مشکل داره، سه نفر رو گفتم ای زیر 18 ساله، چهارمیشو دیگه چی میگفت به؟ دعوا سر چی بود؟ سر این بود که من میخواستم بنز بخرم، گفت باید به نام من بخرید. گفتم شرمنده، اون ممه رو لولو خورده. دیانا متولد 1370ه و ترنسه. بله ترنسه دیانا، دختر نیست. نه دیگه از سایت اومدیم بیرون. وضعیت مالی دیانا خوب نیست، اونقدری که یه ویسی رو براتون حالا تو روزهای آینده پست میکنم، میخواست بره یه خونه بگیره طلاهاشو بفروشه و اون خونه رو بگیره. حالا شاید دو ماه آینده که این خونهی که من اجارهشو دادم زمان اجارهش تموم بشه، یا طلاهاشو میفروشه یه خونه اجاره میکنه، یا باید به صابخونه بده تا یه خونه رو بگیره. اگه 70 پس چرا میگی پیرزن؟ این مهمه، پیرزن خبیث. رنگ چشاش
مال خودشه نخیر، گوه رنگی چشش مال خودشه. بچه ها لایو رو شیر بکنید برای اون اصل کاری ها. کسی که آقا افشا بکنید لایو رو واسه اصل کاری یا بیارمشون بالا آقا حرف دل بزنن، اونام حرف بزنن، به یه نتیجه برسید. کتی چی شد؟ واقعا دلم به حال اون سگ بدبخت میسوزه که با این پیرزن خبیثه. جرای تغییر چنش یا لنز؟ بابا تو پول سیگارش مونده. جرای تغییر چنش ولی بهش میومد 40 سالش باشه. اینا همه برمیگرده به ذات آدم ها. ذاتت که خراب باشه 10 سالت هم که باشه میخوادی به یه پیرزن باشی. من خودم متولد 74م. آقا لایو رو بفرستید واسه میلاد حاتمی. میلاد حاتمی لایو رو بفرستید برای میلاد حاتمی. دیانای دادمر اعلام کرده تو استوریش و گفته من همکار میلاد حاتمی ام. گفته یعنی من و میلاد حاتمی یکی هستیم تو استوریاش. لایو رو بفرستید برای میلاد حاتمی. آقای میلاد حاتمی میاد بگه واقعا میلاد دیانای دادمر که من قسم میخورم به کلاهبرداریش از توی این سایت لاوبت با ایشون یکی هست یا نه. هفته 80 و این هفته برداشت داشت به خاطر اینکه من بازی کردم و بردم و به شما گفتم بردم و شما رفتید بازی کردید و باختید. الان دارم اینو بهتون میگم که برگرده به همون روز اول که باهاش بودم و هفته 10-20 میلیون تومان برداشت میکرد. هفته 10-20 میلیون تومان هم زیاده. ولی اگه شماها عاقل باشید تو این سایت لاوبت ندید. همچین پولی گیره این امثال دیانای دادمهر نمیاد که بخواد فخرشو به شما بفروشه، بخواد منی که اجاره خونهشو دادم از اعتیاد نجاتش دادم بخواد فخر به من بفروشه. با اینکه چیزی هم نداره، از من چیزی نداره که بخواد فخری بفروشه، فقط این آدم از بچگی چوسی اومده. نشته دیانا 40 سال. با دیانا متولد 70 دیگه. منم اصلا از قیافش خوشم نمیاد ولی دیگه دروغ نمیگم اینجا دیگه. چرا نمیگه همه سایت ها کلاهبرداری؟ چون تو همه سایت ها بازی نکردم. ما وقتی بازی نکردم فقط بیام بگم کلاهبرداری نمیتونم. هر وقت بازی کردم رفتم دو یه سایت دیگه بازی کردم دیدم اینم اونه میام بهتون میگم. ولی فعلا من توی یه سایت و به اسم لاوت بازی کردم و فهمیدم کلاهبرداریه. بچه ها لایو فرستادید واسه میلاد حاتمی؟ چون امروز دیانای دادمر اسم میلاد حاتمی رو توی استوریاش آورده بود و گفته بود میلاد حاتمی همکار منه. من فکر نمی کنم. اعتبار رفتش و دزدیاش رو میخواسته به نام یکی به نام میلاد حاتمی بزنه.
الان تو پولی از خودت نداری، دارم اتفاقا همه اون پولایی که میخواستم ماشین بخرم برداشتم و بردم، که دیانا ادعا کرد من ازش دزدی کردم، که من تو همون استوریا گذاشتم که طرف به من گفته بود با رسید پولاتو که از ایران فرستادن اون داریم، رسید پول دارم من، یعنی ببخشید پولی نیست که دیانا داده، رسید پول دارم، یعنی طرفی که باسم واریز کرده رسید زده امضا کرده بابت تسویه حساب و پول منه. آه بفرسته واسه میلاد حاتمی، پویان مختاری بفرستید، مهم نیست بیان، فقط میخوام ببینن این لایو، ببینن که یه دل دوز به اسم دیانا دادمه داره از اسم اینا سوء استفاده میکنه. خونه رو نخریده بود. کار میکنی زود مسجد میت برای خدا رو شد. ولی یه دوزی رو مثل دیانه دادمه رو من بزرگ میکنم، که میام بازی میکنم چندر قازم میبرم، میام تبلیغش رو میکنم،